چقدر خودش رو ریلکس نشون آره، فیگورش رو دیدی تو کم قراره به تلکونه یکی دو تیکه هم بهش انداخت. بچه اگه اشتباه نکنم میگه رفته جای چایی درست کنه که چایی درست کنه. من فکر کردم میگه دستشویی پشت دره کنه. دستشویی بود پس ما امواز چایی گفت پریفان چایی گفت چی؟ فکر کنم با خانوادهشون همه مردن. زن میگه کاکا عمودایی میش که فعلا زن هرچی به میله. خیلی بده خیلی بده. من خودم شخصا طرفدار حقوق زنانم. اشتباهه. یکی گفته بود بچه این یعنی چی؟ آره گفته بود این چیه پری جان انجام میدی؟ قلبه سلام همه، حالتون چطور؟ امیدوارم کارتون حالی باشه. پریسا هم در چنل پریفان خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با ما. سلام، مهدی هستم، امیدوارم کار دلتون خوب باشه. خیلی چاکرم 7mm اومدیم. چی شده؟ اصلا ما برگشتیم با برنامه خند و قند تقدیم به نگاه زیباتون. حاضری؟ بچویم بچه. همین الان که دارید حاضر میشید که این ویدیو رو ببینیم توی چنل مهدی 7mm برید و ببینید که چه خبره. به و یه دونه ویدیو گذاشتیم اصلا محشر محشر از برابکس تیک تاک. بله ببینید، حتما حمایت کنید. دم تک تکتون گرم. حاضرید؟ ویدیو حاضرید بزنید بریم. میگم رئیس خیریتیت به چورتی چی گپ؟ اون این مشکلات اقتصادی به خیمار دیوانه کرده خیلی زیاده. من نمیفهم خود این مشکلات اقتصادی چی رقمی تلویزیون رو بچلانه. ماش کارمنده بمونده، کرای ساختمان بمونده، پول برق از کجا بگو؟ رئیس تو خوب رو میشنزی، من یکی از مشاورین حکومت سابقم، رشته اصلی من مشوره دادنه. من خود یک رای حل به تو پیدا میکنم. خب تو بگو چی رای حل؟ از تعداد کارمندا کم کن. 80 تا کارمند ما چی کار کنی؟ 40 تا کارمند به یک تلویزیون بسه. خونه پرپلو مالک 5 تا کارمند داره، نه 80 تا. چی؟ خونه پرپلو. خیلی باحال گفت. 40 تا کارمند به یک تلویزیون بسه. خونه پرپلو مالک 5 خونه پرپلو یعنی چی؟ بچه‌ها معنی رو حتما برام بنویسی. خیلی جالب گفت. خونه خراب شده شاید باشه. خونه پرپلو چی؟ من برنج میشه فکر کنم. 5 تا کارمند دارم، نه 80 تا. 5 تا. کمه که من ماهاش همی پنجتارم داده نتونستم. عجب. خب یک کار دیگه کن، همین ساختمانی که پیشتون از این استفاده کن، اتاقای بتی به کرایه. چیزی هم که حال زیاده به این شهر مسافر رو رد مرزی. یک اعلان به تلویزیون خوب بتی بگو شوی دوسه. چی گفتی ها؟ برو روی شبکه تلویزیون. چی گفتیم ما؟ چی گفتیم؟ بچه ما این جمله چیزمونه همیشه. دقیقا تا چیزی میگیم. چی گفتی؟ چی گفتیم؟ خیلی باحاله. نیه هتل بازک. ما برو مسافر بیام داخل شبکه که اینجا شاید 200 جای پولی بگیرم دیگه. برو وقتی که مشکل اقتصادی داری باید بوی یک راه حلم پیدا کنی دیگه. بیا اصلا یک کار دیگه کن، کلا این ساختمان یله کن. بیا برم جلوی رو خانه ما یک زمینیه، همونجا یک خیمه بزن. هیچ کس هم از تو کرایه نمیگیره. چی گفتی؟ خیمه بزنم؟ ما آنتن فرستنده تلویزیون رو بیارم برای خیمه نصب کنم؟ نمیشه. این مشورهای امسال تو بود که حکومت قبلی برباد کرد. آخه برادر من چی رقم آنتن 40 متری برو خیمه نصب کنم؟ با آجی داره با از کی مشورت میگیره؟ فوق العاده سی داشت. بچا اگه وضعیت اقتصادیتون بده حتما بغل پا خیمه بزنید. بهترین ها. نه باید صفحه مجازی ایشونو پیدا کرد و مشاوره گرفت. خیلی خوب بود. 40 متر آنتن داری؟ بله. آهنی؟ نه پس چوبی. خب آنتن آهنی دیگه. یک فکر به کله بزن یا یک کار دیگه کن. چه کار؟ تلویزیون خوب بفروش. بفروشم؟ به کی؟ کم مشتری؟ تو بسپر به من، من خود به تو مشتری پیدا میکنم. چی گفتی؟ مشتری آورده. بفرمایید رئیس. به شما مشتری آوردم دوتا. بگی هر کدومی که دوبله زد به اون بفروش. اینا من تلویزیون رو بخرم؟ بله برو. باور کن به نرخ خیلی خوبه میخره. خب ببین ظاهرشون رو دیده. آره دقیقاً. می‌خواستم الان همین رو بگم که گفتیم. خب برو شما یک نرخ به شبکه تلویزیونی ازی بده. چند میخری؟ 40 متر آنتن آهنی دار.
ما برو آهن رو معنی دو سر میخرم. من؟ شما انتر تلویزیون به کیلویی میخره؟ به من یا به کیلو به ما فرق نمیکنه. اگه به من نمیفروشین ما به کیلو هم خریداریم. برادر شما اصلا متوجه هستین چی میگین؟ کی انتر تلویزیون کیلویی فروخته؟ برو ما آهن پورا و آهن خونه رو بیده کیلویی میخرم. بله؟ چیز هست؟ اینا چه کاره هست؟ اینا برو نون خشکه میخرم زیاد جمع میکنه. همون میخواستم بگم نون خشکی هم بعد نمیدونستم به لحظ به زبان بچه آره لفظ افغان چی میگه همون نون خشکه پر آهن کنه کش کنه میز کنه روی کنه هرچی داری جمع کن بیار اینو میخر تو رفتی نمکی آوردی که ما انتن تلویزیون خوب بفروشم برار گفتی مشتری پیدا کن من برفتم با تو دوتا مشتری آوردم لالا تو بگو کیلو چند میخری برار من مواجه میکنم یک کیلو انتن بالا دو کیلو کچولو کی از این بیشتر میخواد؟ دو کیلو سیب زمینی برانمه به ازای یک کیلو آنتن شما دو نیم کیلو کچه میبینم دوله ای میزنی دومه خراب میکنی چه خوب حرف میزنی حالا من با تو نشون میدم تو صبر کن سه کیلو کچه میبینم خیلی غلیظ و شیرین دارن میگن. من که بچه‌ها همینجور که اسم بچهای شبکه خنده رو گفتید لطفاً اسم بچهای خندقن رو هم بگید ما آشنا شیم و لهجه این دوستمون هم بگید که واسه کجاست. با تشکر خدافظ. سه کیلو کچلو یک شلغم سه کیلو کچلو سه تا زردک چهار کیلو کچلو چهار کیلو زردک یعنی هویج آره سه چهار روز ما هی میگیم هویج ببین اصلا کلن همه چیز هماهنگه کیلو کچلو یک چهار کیلو کچلو دو بالاتر کس نمویست نه چهار کیلو کچلو سه از تو شد لالا خیلی رو بیدم آی چی میگی تو؟ ما انتن تلویزیون به نرخ دو کیلو که چلو بودم دو کیلو نگم لالا گفتن چار کیلو حالا هرچی یعنی کار رسانه میگی به حدی شده که باید به کچلو مال چه کنی؟ برار وقتی که مشکل داری دیگه پیاز کچلو نداره مال چه کن که بره از ما به تو نصیحت برو اینو خیلی خیلی داره خوبی هم ولی آه تو دیگه چی رقم آدمی بودی برار باور کن از این نرخ بیتر پیدا کرده بودی تو آنتن خوب فرستنده خور هر دو تا رو بگذار بکش ببین به عوض یا چند کیلو کچلو میشه کچلو بخر به تو سرمایه میشه دیگه برار باور کن این برادرا خیلی خیلی دارا خوبی هست اعمال به تو گفته باشو تیر کن که بره برای کار کن آخه برو آخی و اما نداره برو دست خور بده خیلی رو ببینی دست بدیم برو ای وای تبریک باشه تبریک باشه تلویزیونی رو به چهار سیب زمینی فرو دیگه دغدغش بود دیگه ای وای واقعا گول خورد چی بگی قبول کرد توجه هویج دارن آقا چرا هویج میاری تو ویدیو آقای ادمین هویج چرا فهمیده این چند روز چقدر هویج کردیم هموطنان عزیز توجه اینجا رو هویج زردک فروش و شما زردک آوردم بیا زردک بخ... به هویج میگن زردک بله زردکای خوب زردکای شیرین زردکای زردکی بیا زردک بخر که خلاص شد ای خاطرم یا زردک بخر دیگه الو چرا نمیای زردک بخری ای زردک فکر این پایین خونه باشه این مردم چرا نمیان زردک بخرن الو صدا مرد نمیشنون باشه کم پیشتر میام خورم دم در خونه های مردک یا بخیر زردکای خوب، زردکای عالی، زردکای جاپنی، زردکای آست جرمنی همی امروز سفره با جرمنی آوردم یا بخیر که خلاص شد، زردک از جرمنیه شیر خمه این مردم نمیشته من البته این مردم اصلا گب گوشته میکشن شیر خمه مردم رو دارم به قرآن چقدر در خونه شون تاریخیه خیلی قشنگه باشه اگر برم نزدیکتر دیگه این نزد من بری تو خونه دیگه فقط میخوای به همین خونه بفروشی بیا یاد بگیر اینجوری میرن زردک فروشی ها باید بری توی خونه بابا یه اونو شاید خواب باشه ای وای زردکای خوب داره زردکای شفتلو زردکای برشته زردکای لال داره بدم یه بخر که خلاص شد یه زردک بخر دیگه ای خدا تو رو به صدا من میشته من یا نه یه زردک بخر دیگه نه این هم خیلی تنزه کسی که گوش نمی کشن به چی نمی هست زردک نمی خریش کس برو تو چایی حاضره بفرما چه مصیبتی رو در فرمان می‌کنی؟
زردکای از زردکای دفرنی زردکای هلدار بیا بخر زردک کاری تو خوب بیا بخر دیگه زردکای شیک زردکای هوشیار زردکای اسمارت داره بیا بخر که خلاص شد هی بابا عجب مردم هن اینا یا که نمیه که دیکلی زردک رو پاچه یو کنه خب بیا بخر دیگه یا صدا مره میشنم با باشه پس بیشتر های هرس در میاری ما صدای تو رو به تموم دنیا میرسونی آره زردک یالا ای بای خوارم برای جرنی زردک داره تازه تازه همین صبح خودم از درخت چیندم تازه همون زردک تا الان از ژاپن اومده یه زردک ها رو از درخت چیدم همین تو زمین در میاد الان میگم از ژاپن آوردم اصل جرمن از ژاپن تازه که خیال میکنن همه رو به سر درختم زردک 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 زردکای خوب زردکای باستفاد زردکای فرنگی و داری آخر که خلاص شد زردک زردک زردکای قندولک مقبوله هیچ کی خونه نیست هنوز عزیزم پیشتر بیام باش ما خود کاسه و بازاره در حال مگر یک دو لقمنون حلال بخو پیدا کنی زردکاتو نبرن من همش نگران اونایم که ول کرده باش یا الله خوش آمدید دری تو اتاق خواب در بزن لعنتی خوابه نمرده نه گفتم یه اصلا صدا مرده میشنیده آی کاکا های یه زردک بخواه یه که خلاص شد آی چرت و خوی از شش به یوسف چی وقت خوشدنه آی کاکا های کاکا الو یه زردک بخواه الو زردکای خواب زردکای زرنگار زردکای ابریشمی زردکای شامه دارم بدم یه آخر که خلاص شد ابریشمی ای وای یعنی هنوز دزیم پیشتر بیام باشه یالا فهم مونده بری تو لباساش زردک 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 کاکا بیا زردک بخر زردکای خواب زردکای شیرین زردکای بامزه زردکای شیریخی زردکای پیتزایی بیتزا بیا بخر که خلاص شد کاکا بخر بیا که خلاص شد بشه زردک 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 بح بح چی آجا کالا خری اگه بر پیدا شد تو کی نی؟ من برای رجی زردک فروش زردک میفروشم چرخ زردک من و تک کوچه بیا برای یک دو کلی زردک از نبخر که میرون کار دارم چی میگی تو چرا تا خانه میمدی؟ برای رو هرچه صدا کردن دیدم که اصلا نمیشنمه نمیای زردک نمیخره گفتم باشه که همه پیشتر بیام از این پیشتر؟ تو به داخل اتاق خواهم نامدی؟ دگه برای برای به دست آوردن روزی الان لازم باشه از این پیشتر بیام عزیزی هم پیشتر دیگه بگر بذار جامه بیاری دیگه برای کاسه بازار که بشی بگر کاسه بیر بلد بشی ای خاک به ای کاسبی شما که مردم از دست شما و ای بلنگوها شما به ای صبح وقت خواب داره نه خوراک ای کاکا که هم خواب داره هم خوراک سه ساعت تا گوشی صدا میکنم بیدار نمیشه ای پدر منه که به کمایه میفهمی؟ آخه استی به کما بله حالا که بخیز از خانه برو بیرون بخی برو بیرون برای تا زردک نخری ما جای نمیرم زردک 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 زردکای شیرین زردکای فرهاد زردکای لیلی و مجنون بدم یه خرک خلاص شد برای تا زردک نخری همینه که اصلا من کاسه بیخور میکنم یعنی زور میگیری من زردک زردک بله که زور میکنم زردکای شیرین زردک زردک من یک روپیه به کاسه نمیدو زردکای شیرین زردکای اصل جرمنی زردکای امریکایی زردکای جاپانی زردک زردک بیا بچه یک دو کلی زردک از این بخر که بره رنگ خواهد اینجا گم کنه خود از این صدای نکره خمار به کما نمیگذار ای وای خشکشون زد اینا رفتن اینا رفتن تو کما گفت شدم بیچارا زردک خیلی خوب دیگه عاشق زردک شدم بچه ها من خیلی آپشن داشت هرچی هم جواب میدم بعد میگه زردک نه اونجا خیلی خوب گفت که زردک های شیرین زردک های فرهاد لیلی خلاصگار شهری سلام سلام بالاخره بهار شد فصل گل و بلبل و سبزه و جنگ و نه ببخشید جنگ نه سبزه و مله مله اما یکی از خلافکاری های شهری که بسیار بسیار آزاردهنده هست
مزایمت های جلالت مآبان جوانان الدنگ به خانواده‌ای که میخوان برن به تفریح هست. شما تصور کنین طرف یک هفته با سختی و بدبختی و فشار روحی و جسمی کار کرده، روز جمعه رو همراه خانواده خود میبره به تفریح. اما این جوانان شاخ و شمشاد که دو شاخ کم دارن با مزایمت به فامیل ملل زر جون نمیکنن. امروز میخوایم بریم به سراغ ملت و نظر از اونا در رابطه با این مزایمت هایی که در ملل جا صورت میگیره پرسان کنیم. بفرمایید. با ما باشین. چش. با ما باشین. سلام به شما. علی. خیلی دوستش دارم. آیا شما هم اهل ملل رفتن هستید؟ نه پاسپورت ما فیلم ورگیم. به جا ملل به چرت میره. معلومه که به ملل میره. آیا با خانواده به ملل میره؟ بله برو با خانواده هم به ملل میره. شده در جریان ملل کسی به خانواده شما مزایمت کرده باشه؟ چقدر خودشو ریلکس داشت. آره فیگورش رو دیدی فکرم قراره بهتر کنه. یکی دو تیکه هم بهش انداخت. بام با میلم میره. شده در جریان میله کسی به خانواده شما مزایمت کرده باشه؟ بله برو همین چند روز پیشتر خود خانواده برفتیم به میله. جا شما خیلی کاکام بروم کنار درخت که جواب چای کنی. میبینم نفر بیامده به کاکام مزایمت میکنه میگه شما نباید اینجا جواب چای کنی. خوشما رو به خدا به این مردم بگم آدم میره به میله قدر به مردم مزایمت نکنه. بچه اگه اشتباه نکنم میگه رفته جای چایی درست کنه که چایی درست کنه. من فکر کردم میگه دستشویی پشت درخت کنه. فکر کنم چاییه نمیدونم باز برامون. کاکا شما میخواست کنار درخت رفت حاجت کنه؟ بله برو نفر بیامده میگه شما نباید اینجا گاهی تا کاری بکنیم اینجا زنو با چی مردم شیشته. خب یکی نیه برای از یه آدم بگه چرا مزایمت میکنی تو. برادر اولا اینکه مزایمت نیه. خب راست گفته دیگه زن بچه مردم اونجا گاه شیشته. بعد کاکا جان شما یه عملیات رو شروع کنه. آه همون دستشویی بود. پس ما این بچه چایی گفت. پریفان چایی گفت. خیلی کار بعدیه دیگه. حالا بابا یه چیز دیگه بچه. نه برار مثل که تو هم از اون مزایمایی. نه خیر. شما فکر کنم اصلا منظور من نگرفتی برار. من میگم شده در جریان ملل کسی به خانواده شما مزایمت کرده باشه؟ بله برار همین دو هفته پیش خود فامیل برفتیم به ملل. به پارک. ماستیم چای دم کنیم دیدیم ازام نداره. بعد این مامام ورخستم این نوالایی که به چهار طرف ما بود شروع کرد به شکستوندن که خود ازام های چای دم کنیم. یک دم میبینم نفر بیامده با مامام مزایمت میکنه. با مامام میگه شما نباید این نوالا رو بشکنی. خب یکی نیه برای از این آدم بگه چرا مزایمت میکنی. آدم میای با ملک خوش بگذاره. بعد تو میای با فامیل آدم مزایمت میکنی. بعد به خودم. ماما شما واقعا بده میخواد چای درست کنه. آره دیگه چرا مزاحم میشه؟ ببر با خودت مزاحم نشین دفعه بعد. حالا رو مشکسته که چای دم کنه. شما خجالت نمیکشه؟ آدم ناحال رو میشکنه که چای دم کنه. چیه برادر امیت میگی که فقط میگی نوال عمرتو بده. چهار تا نوال بده دیگه. برادر من آخه مگه تو نمیفهمی که نباید به نوال و گل و بوته آسیب بزنه؟ والا بعد تو نه برادر میگم مثل اینکه شما هم از امی ببین چه جوری گفت بعد تو نه خیلی قشنگ تو قالب طنز داره خوب و بد و یاد میده ها. نمیشکن واقعا. یعنی میگه وقتی میریم این اتفاقا میفته. شما وقتی میخوای بری تفریح میدونی که آقا میخوای چای دم کنی یه چوبی یه زغالی یه چیزی نیازت میشه و خودت ببر. نه داری میریم دشت حالا یه درخت رو میکنیم یه خونهی میسازیم واسه کلبه سایبونی. بعد تو نه برار مثل ای که شما هم از امی آدم ها مزایمه. بعد به خدا خجالت بکشی مزایمت با مردم او هم با ملجا. برادر من منظور از مزایمت به خانم های خانواده شما ناموسیه. من گفتم آیا شده کسی در جریان ملل قیافه رو خانم های خانواده شما مزایمت کرده باشه؟ بله برو همین یک هفته پیش خود خانواده برفتیم به ملل. جا شما خلی این پوفک و چیز میزایی که خورده بودیم این پلاستیکای بمونده بود مادر کلون و اینا همه گیر جمع کرد شوت کرد دوتر. بعد میبینم نفر بیامده برای مادر کلون و مزایمت میکنه میگه چری آشکالا خور برختیم بروی زمین. ورار مام لا غیرت ما ور خسپری گفتم تو به ناموس ما مزایمت میکنی هیچ چیز دیگه زدم همین تو دان و دندون ایر بخون کرد. مادر کلان شما آشغالا رو شوت کرد او طرف. بله برو ببین این گزارشگره واقعا خیلی شیرینه. من ازش خیلی خوشم میاد. بعضی لهجه ها رو یعنی لهجهش طوریه خب که صداشو کم و زیاد میکنه به قالب طنز قشنگ در میاد. آره بعد ببین الان میگی مادر کلان تو ببین اه با اخ با چی اسمش تعجب بخون کرد. ببین مادر کلان شما آشغالا رو شوت کرد او طرف. شوت کرد. بله برو شوت کرد. ببخشید مادر کلان شما لیونل مسی یا کریستیانو رونالدو؟ بعد طرف بیه مادر بره مادر کلان شما گفته چرا آشغالا خود نمیزنی چرا بعد غیرت شما برخورد نه که باز می بگی گناه ما بوده. اوه الان میگیره برو سمت خور معلوم کو طرف مون یا طرف مزایمو.
شما سلام به شما. سلام علیکم. سلام میخوام. آیا شما هم با خانواده خوب به تفریح میرین؟ بله برو 100%. شده در این مدت در جریان میله کسی به خانواده شما مزاحمت کرده باشه؟ 100%. نه برو نشده. واقعا؟ بله برو واقعا. عجب. ولی من شنیدم خیلی ها در جریان میله به خانواده ها مزاحمت میکنن. چی رقم مزاحمت؟ مثلا چشچرونی. نه برو از وقتی که ما خود خانواده به میله میریم تا حالی من ندیدم کسی به طرف کاکا میچیشم چرونی کنه. کاکا شما؟ منظورم کاکا شما نبود. به طرف ماما من تا حالی ندیدم که کسی چیشم چرونی کنه. منظورم ماماش چی؟ فکر کنم با خانواده شون همه مرد نظر میگه کاکا عمودایی میش که فعلا شما هم نبود. به طرف شو خاله من تا حالی ندیدم که کسی چیشم چرونی کنه. برادر من منظورم اصلا اینا نیه. خانواده همینای دیگه برادر. کاکا ماما شو خاله شو همه. پس منظور تو کینه دیگه؟ منظورم از خانواده خانم های خانواده شما. خانم ها؟ بله خانم های خانواده شما. برادر سوال خود درست پرسان کو. اول میگی خانواده بعد حالی میگی خانم ها. سوال تو درست نبود. ببخشید خب خانواده دیگه همین خانم ها و مرد های خانواده با هم همین خانواده میشه دیگه. کی گفته که خانم ها خانواده ان؟ ابا. پس منظور شما از اینکه با خانواده میریم به تفریح؟ بله. کاکا ماما شو خاله شو همه خلاص. زن هر چی به میله. خیلی بده. خیلی بده. من خودم شخصا طرفدار حقوق زنانم. اشتباهه. عجبو. حالا خودت رو به خاطر همین نگه همین قند خند و قند رو اینجا قطع می‌کنی. به نشانه ات. خیلی باحال بود. به نشانه اعتراض یه قلب صف و یه قلب آبی. یکی گفته بود بچه‌ها این یعنی چی؟ آره گفته بودیم چیه پری جان انجام میدیم؟ قلبه. قلبه. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. قربون شکل ماهتون برم. ماچ به کلهتون. با یک خند و قند دیگر تا ویدیو بعد. بای بای.